سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک ریاکشن ویدیو دیگه. هومان توی روز تولدش، تولدتو تبریک میگیم مرد. ایشالله که بری و بتره کنی و همین مسیر رو زیاد و سال خوبی واسش آرزو میکنیم از طرف تیم کوکتل تیوی. و اینکه خب آقا آهنگ منتشر کردی، سینگل ترکی هست به اسم Love You To Death که تا حد مرگ دوست داشتنه دیگه، دوستت دارم تا بمیرم و این داستانها، و از اسپاتیفایش اومده. میکس مسترش با جناب آقای کاگان بوده و همچنین بیتش هم با سم باجلان بوده، یا سام یا سمه رو دقیقش نمیدونم، ولی فکر کنم سام باشه دیگه، و منتشر شده. میریم با هم گوش کنیم. قبل از هر چیزی یاد بشه حتما کانال سابسکرایب کنی، اگه از ویدیو خوشت اومد لایک کن و به اشتراک بذار، اگه حال نکردی حتما دیسلایک کن و دلیلشو بنویس، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم این ریاکشن ویدیو رو داشته باشیم. چرا زودتر فهمیدم حتا تو همونم داری زوری میخندیم اسمیت با برای یا جاره میشه تو میرند و توی آجی چه مودی آهنگ. اول از همه جا داره اشاره کنیم این صدا گیتار که میاد سمپل از یکی از ترک های لیل پیپه. کلن علاقه زیادی به لیل پیپ داره، چون مثلا یکی دوتا از آهنگاش هم به اسم آهنگ های لیل پیپ بود، مثل بروکن اسمایل. و این اگه اشتباه نکنم این صدا گیتاری که میاد سمپل از ترک سیف دا شیت از لیل پیپ که اون آهنگو من خیلی دوستش دارم. کلن لیل پیپو خیلی دوست دارم. یکی دلیلی که میبینید موهای من رنگه، یکیش لیل پیپه، یکیش نینجا، یکیش جفاردیه، کسایی بودن که خیلی دوست داشتم و فلان و اینا. و آره دیگه بریم آهنگ گوش کنیم، خیلی موده. سعی میکنم هیچ چی نگم، گوش کنیم ترک رو با هم لذت ببریم. دارم یاد خاطرات بعدی میفتم. تو وقتی با یکی خب حالا یه سری پاتوق داری، یه سری جا داری میری، یا با اون یه سری کارا شروع می‌کنی، مثلا آدم گوشه‌گیری هستی، با یکی شروع می‌کنی از درها بیرون رفتن و سفر کردن و اینها، و چون خب تو عادت داری بیرون نمیری و خب کم هم بعد اون احتمالاً رفتی بیرون، و وقتی میری اونجاها اونو می‌بینی، خاطراتو می‌بینی، اینا خیلی بده. بنابراین گوشه‌گیری باعث میشه که این خاطرات یادت بیاد، یعنی باید خاطراتو جایگزین کرد. اگه نکنی همیشه حال و هوا و بو می‌دونی این چیزا میاد، و اینو من خودم هم تجربهش کردم، به شدت فاکت اپ، به شدت، یعنی بعد خاطراتو جایگزین کرد. حالا خود تنهایی با رفیقاتون بعد یه کاری شد دیگه، نمیشه دیگه. این بعد دوست داره یا مثل خودت عداز. آخ 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 این خیلی بد. عدا نباشید. یعنی اگر مطمئنم نیستی در حستون بگو آقا مطمئن نیستم. من خودم این تجربه تلخی دارم و طرف عدا بود و حالا داستانا ریخ به هم و فلان و اینا، بعد یه داستانی شد، حالا برگشت و اینا، بعد اینجوری که گفت میخوام من دفعه واقعی باشم. منم خب احساسی نزدیک بودم، یعنی اینا دوست داشتم ولی مجبور شدم بلاکش کنم چون نمیشد. میدونی تو معمولا عاشق اون آدمی میشی که فکر میکنی طرف هست، و دلت هم برای اون آدمی تنگ میشه که فکر میکنی طرف هست. میگیری چی میگم؟ چون طرف یه جور دیگه شناختی، ولی خب وقتی نشانه ها و رفتارها رو میبینی خب اشتباه شناختی، دلت تنگ نشه چون اون فرض تو بوده و همچین چیزی نیست. میدونی چی میگم؟ خودم
دیوونه تر از این حرف از وقتی که همم اون جسد گاب و تیکه تیکه میکنیم با همین چنگ و داری چه انتظاری از آدم و منم خب یکیشون بودم که رد و ترسم ناویجیتریان ها رو زد. ولی چه چیز ویجیتریانه خود هومان یا نه کلن داره میگه از اون دیدگاه اونا داره استفاده میکنه. اینو ویجیتریان ها دوست خواهند داشت. حرف اونا هست که استیک مستیک داری میخوری دیگه، با چنگال جنازه گاو داری تیکه تیکه میکنی دیگه، چه انتظاری داری از آدم ها؟ خیلی شیکمه دیگه، شیکمه. انتظاری از آدم و منم خب یکیشون بودم که رد و ترسم تو اتاق تاریک سردم، منتظرم که تاریخ مرگم تارن که بود توی دیوار و سخت ماز بدون تو شده خونه و شهر ناکلی اتش دادم شد دل تنگ باز کافیه بزنیم بهم یه زنگ تو به خودم برسم و پاشم از جام بیام سری بودی از جای شهر آمی میگرم کن دیگه بهش فکر دار تو این کارو بکن ما به چست کالا نمیده کسی به جز اون بهم داشت نمیده هیچی هستی که اون بهم داد بچه ها دیدنش با یکی جانج میخندیدم با هم دورو بوده کاش میدونم تو هم دیدی منو با یکی دیگه ولی نداشتم بهش احساس سهر میخواستم در بیارم مرس و سری تو که اصلا ندیدی من نرمان تنفرم هم مزم و فکرش از این کوراد لنتی و پرکش عشقم آجی چه آهنگیه چه مودیه. خیلی از صحنه‌هایی که تجربه کردم آورد جلو چشم. چقدر این آهنگ بوده رفت تو پلی لیستم سنگین. کمیکال با کسی حال، ببین قافیه تمیزی بود و انقدر زدم خودم شدم کمیکال شیمیایی هم کمیکال نزن با من بگر. میخوام تو اسکلتونم همو بغل کنن زیر خاک. اه. چقدر عاشقان تیکه دار که عاشقانه ترین تیکه دارکی بود که شنیدم، یا عاشقانه ترین لفظ دارکی که میشد بشنوی. جنازه هامون همو بغل کنن زیر خاک. همینه دیگه، آره دیگه. دو منتظر بودم اگه دو تموم شد دو بشم، گفتم نشد، سورپرایزمون کرد. خب با هم شنیدیم ترک هومانو. من خودم به عنوان کسی که لیل پیپ خیلی دوست دارم و یکی از دلایلی که من انقدر نامبم لیل پیپه و به هر کسی خیلی مخصوصا کسایی که درونشون دارکه یا دارکی که بیرون نزده خیلی توصیه نمیکنم که لیل پیپ گوش بدید، چون عواقب خوبی میتونه نداشته باشه. ولی به عنوان کسی که خیلی لیل پیپو دوست دارم، این آهنگ منو خیلی برد تو یاد لیل پیپ و خیلی لذت بردم. یه داستانی از زمانی که خب بچه‌ها آرتیست های رپ فارسی بهتر بگیم، خیلی الان تایمیه که استایل از اون ور زیاد برمیدارن، یعنی هر کیو میبینی حالا نمونه خارجیش هست دیگه، بعضیا پا فراتر هم گذاشتن به جای اینکه سمپل کنن کاور میکنن، یعنی از فلو بیت و اینا همه چی یکیه، بعد اون زیر زدن سمپل، که خب این غلطه، این سمپل نیست، این کاور، در بهترین حالت میتونی اسمش بذاری ریمیک، میدونی چی میگم. و تو زمانی که داری خب این کارو میکنی، مهم اینه که دید آرتیستی داشته باشی و درست اینو ببری جلو. یعنی موقعی که اوکی من استایلم خب شبیه به فلانیه، مثلا فلان آرتیست، ولی چیزی برای ارائه دارم که به این استایل اضافه میکنم. همونطور که ما داریم میبینیم هومانو، هومان فقط یک استایل کپی از لیل پیپ نیست و هم خیلی شعرهای قشنگی داره، مودو خیلی قشنگ در میاره، هم اجرای خوبی داره، هم کارهای دیگه هم میکنه. یعنی شما برید ببینید، صرفا
نمیبینید که اومده باشه بخواد لیل پیپ باشه، هر کاری اون کرده بکنه و هیچ چیزی برای ارائه به جز همون چیزی که لیل پیپ بوده نداشته باشه، حتی علاوه بر شعر. اینجوری نیست، ولی بعضیا اینجوریان، یعنی شعر هم طرف نداره. یعنی خب به عنوان آرتیست تو وقتی استایل تو یکی و استایل تو یکی برداشتی و فلو همه چی کپیه، خب چی داری ارائه میدی؟ میدونی حداقل شعری به داشته باشی که بگیم اوکی خب این شاعره، میدونی داره شعر مینویسه، قافیه خوشگل داره در میاره، پانچ خوشگل. بعضی متاسفانه اینو ندارن، فاز آرتیست میگیرن و صرفا این دستگاه زیراکسن. ولی خب این ربطی نداشت، اینو الان گفتم چون این تو دلم بود، این حرفو نمیدونستم بعد کجا بزنم. اینجا گفتم میگم که خیلی از آرتیست‌ها هستن که این ریختین آرتیست که مثلا آرتیست. ولی هومان چیزی که باش حال میکنم خیلی تمیزه کاراشو، خیلی هم میدونه داره چیکار میکنه، واقعا اونجوری است. خیلی من ترک ازش زیاد دوست دارم. تا حالا فکر میکنم ترک تکی ما ریاکشن نرفته بودیم از هومان، معمولا ترکایی که ریاکشن رفتیم فیتای بوده که داشته، ولی واقعا آرتیست خفنی، خیلی حال میکنم باهاش، خیلی هم پرکار بوده و ترکای به شدت خوب زیاد داده. دمش گرم، امیدوارم همینجوری پیشرفت کنه و بره جلو و لذت ببریم. لیل پیپ تایپ تور هم بیشتر بزنه دیگه. این ترک هایی هم که داره از لیل پیپ میاد بیرون، خب اون ترک هایی بوده که قرار نبوده هیچ وقت معمولا ترک بشه و اینها، میاد اون حال لیل پیپ رو نمیده و چقدر خوب، چقدر خوب. دوست دارم اونو، دوست دارم. الان یک علاقه دیگه بهش پیدا کردم. علاقه ما چی دارم میگم، من مثلا اون بروکن اسمایلش رو دوست نداشتم، ولی اینو خیلی دوست داشتم و خیلی بهم چسبید و رفت تو پلی لیستم. دمش گرم به همه کسایی که پشت این کار بودن، خسته نباشید. میگم ترکوندن باحال، همه چی بوم بس بس. نظر شما چی بود حتما توی کامنت ها بنویسید. امیدوارم که لذت برده بوده باشید. تا ویدیو بعدی، سی یو سون. چرا اینجوری گفتم؟ سی یو سون.